بازم سلام دارم و درود خدمت تمام خوبان که اکنون ما را از پرده تلویزیون تماشا میکنن و بیننده برنامه نسیم و صبح هستن. قسمی که شرکت کردیم در آغاز برنامه همچنان که امروز میخواییم در مورد اعتکاف صحبت بکنیم و خوشبختانه که میمان ما با ما هستن، مولوی صاحب محمد یونس قاری زاده امروز میمان ما هستن. سلام و درود خدمت شان، خوش آمدید. صبح شما بخیر باشه. و علیکم السلام. همچنان ما هم احترامات و سلام خود را با شنوندگان معزز و محترم با شما به همکار شما تقدیم میکنیم. خیلی ممنون مولوی صاحب. در آغاز میشه که ما حضور اشاره کردیم که میخوایم امروز در مورد اعتکاف صحبت بکنیم و مسائل شرعی و دینی را بیشتر امروز صحبت بکنیم و تا ایزان که اکنون بینیدیم ما هستن معلومات بیشتر را در این مورد داشته باشن. خب میشه در آغاز از خود کلمه اعتکاف شروع بکنیم که خود معنی از کلمه اعتکاف چیست؟ بله سیبا، هر اعمالی که ما و شما انجام میدیم یک انگیزی داره، یک سببی داره. بسیار سوال خوبی بود، چون که قبل از وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینا یک خود به خود یک فکر پیدا کردن که از مردم خود را گوشه بگیرن و در گوشه زندگی بکنن. به هم ارتباطات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در غار حرا میرن، در آنجا چندین ماه در آنجا خامخا میباشن، یکن موقع میان در خانه و باز میرن و چیز خوردن و چه خودا میگیرن میرن. بالاخره اونمو بود که در دهه اخیر ماه رمضان مبارک آیه مبارکه بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میشه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. همه آیه مبارکه برش نازل شد. همه انگیزه اعتکاف بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیدا شد. بعد از او در هر ماه رمضان مبارک در دهه اخیر 10 روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعتکاف را می نشستن. خب بالاخره تا زمانی نشستن که از دنیا رحلت بکنن. بی با عایشه صدیقه روایت می کنن، زوجه شان است، میگن در اواخر 20 شب هم نشستن در آخر ماه رمضان مبارک. خب انگیزه ایش اونجا میگن دلیل چی بود، دلایل چی بود؟ چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اعتکاف نشستن بسیار علاقمندی و ایگفار را داشتن. خب به همی ارتباطات اونمو سال 20 شب نشسته بودن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونمو سال برشان اشاره شده بود که شما از دنیا رحلت میکنین. و پیش از او البته به یک سببی ننشسته بودن، به همی ارتباطات 20 شب و در اعتکاف نشست کردن و اونمو سال هم از دنیا رفتن. بعد از او خود بی بایشه صدیقه در اعتکاف می نشستن. خیلی خوب. خب مولوی صاحب، حکمت علوات اعتکاف در دهه اخیر چی هست؟ چه حکمت، چی ثواب را داره؟ بله صاحب، روایت ها مختلف آمده گیسته. به یک روایت 2 حج فضیلتش الله تبارک تعالی کسایی که اعتکاف نشست میکنن نصیب میکنن. به یک روایت کل گناهشان یک دم عفو کرده میشه. 2 حج عمره را الله تبارک و تعالی برای کسایی که اعتکاف می نشینن برایشان نصیب میکنن. وقتی که در اعتکاف می شینن باید مقرره اعتکاف کاملا مراعات بکنن، به ذکر الله، به فکر الله، به عشق الله باید دیگه خدا مشغول بسازن، از گفترهای له و لهب و اینا اجتناب بکنن در هر اوقات، هم خصوصا در اعتکاف. این اعتکاف این همی فضیلت ها را در قبال خود داره. مولوی صاحب بیشتر درباره بگوین که بعضی کسا هستن که به باور هستن، باورمند هستن که میگن در دهه اخیر فقط اعتکاف شروع میشه یا آغاز میشه، میتونیم بشینیم در اعتکاف، اعتکاف کردن، یا اینکه پیش از دهه اخیر ماه مبارک رمضان به اعتکاف بشینیم. اعتکاف به چند قسم تقسیم میشه. یک اعتکاف است واجب است، یک اعتکاف است مستحب است، یک اعتکاف است سنت است. طبق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باید در دهه اخیر نشسته شوه. اعتکافی است که بعضیا به خودش نظر میگردانه و بدون ماه رمضان مبارک هم قبل از دهه اخیر هم اعتکاف میکنن. خب او مسئله جداست که مثلا در اینجا باز تفصیل میخواه. و اعتکافی است که مستحب است، یک اوقات در مسجد کسی داخل میشه، یک ساعته، نیم ساعته
به نیت اعتکاف نشست میکنه و بیرون میشه میره. ولیکن اعتکافی که طریق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است باید در آخر نشسته شوه. خیلی خوب. میشه مانو صدایی اشاره بکنین که اعتکاف بالای تمام مسلمین، البته قسمی که گفتین همین سنت هست که باید تمامشون بشنوی که به رده‌های سنی یا به افراد که به طبقات مختلف هست، یعنی گزینه و روایت های مختلف را داره چگونه؟ بله، در اعتکاف هر مسلمان، هر مؤمن عاقل و بالغ نشسته میتونه. بله. اگر اراده بکنه نه تنها برای برادرها بلکه همشیرها هم به حساب و مقرراتشان میتونه اعتکاف در خانهشان بشینه، در جایی که مثلا اونا عبادت میکنن، نماز میخوانن، اون یک جای مشخص برایشان انتخاب باشه، دو تا جا حتی همشیرها هم شته میتونن، چون که بی بایشه صدقه در اعتکاف نشستن. خب این حال ببینیم که ما و شما در اعتکاف در کجاها باید ششته شوه و برای همگی لازم است، یا کسی که مثلا انتخاب میشه و از سر دیگه ها ساقط میشه، این مسئله را شما سوال کردین. اولا که در حرم شریف باید اعتکاف شروع شوه و ششته شوه، و مثلا دوم در مسجد نبوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اعتکاف نشسته شوه، سوم در اعتکاف که میشینن مسجدای جامع باشه و اهالی زیاد باشه در آنجا بشینن. اما در هر محلی که یک شخصی در اعتکاف مینشینه از سر دیگه ها ساقط میشه، این لازم نیست که هر فردی باید اعتکاف بشینه، در یک منطقه یک فرد همش نشست بله. افراد دیگر که در اون جمع زندگی میکنه ساقط است، دیگه مسئول نمیشن. اگر هیچ کس نشینه با کلگه مسئول بشه. بله بله. خب فرق بین اعتکاف نشستن با خانه و مسجد چی فرق داره؟ بله، چون که ما پیشتر هم برای شما گفتیم باید در مساجد های جامع نشسته شوه، کسایی که مثلا میشینن برادر هستن، اما اعتکاف همشیره ها در خانه هایشان می باشه. فقط همین قدر است که همشیره ها معذور هستند. ثوابش فرق میکنه که مو یک ثواب را داره. نه بله، فضیلتش ما برای از این برای شما میگیم که مثلا همشیره هایی که در مسجد آمده نمیتونن در خانه میشینن، اونم فضیلت که در مسجد آمده میشینن اونم فضیلت میبرن، معذور هستن به حساب معذور. ورنه از خانه کده ببینین نماز کده مسجد میخوانین فضیلت خیلی زیاد داره. اعتکاف هم همچنان است، وقتی که کسی مثلا در مسجد آمده میشینه، او کسی که در خانه میشینه از این کده فضیلتش خیلی بالا میره. حتی ببینین نمازی که در مسجد صغیره خوانده میشه، نمازی که در جامع خوانده میشه، حتی در بینشان تفاوت فضیلت داره. بله بله، هر دوش یک مسجد است، ولیکن به حساب جامع بودن و غیر جامع بودن فضیلتش تفاوت داره. بله. خب مولای صاحب، میشه درباره بگوین که شخص معتکف از کدام فرصت های خوب بهره مند میشه؟ بله، کسایی که مثلا در اعتکاف و در اینا میشینن، اینا باید از طریق شب زنده‌داری در نظر بگیرن، شب زنده داری بکنن، گریا بکنن، عذر خواهی بکنن، از گناه هایشان معذرت خواهی بکنن. خب لحظه های مثلا در شب وجود داره، خصوصا در ایام ثلث شب رحمت الهی به جوش می آید، در اوقات حتی روایت های مختلف هست رحمت الهی زیادتر در سر مخلوقاتش سرازیر میشه، حتی ملائکه ها معظم میشن که الله تبارک تعالی برایشان میگه که بگو بنده های ما را هر آرزوی مقصودی داشته باشه برآورده میکنیم در ثلث شب، در نصف شب، در ایام سحری، در اوقات ها باید دیگه دقیق باشن، متوجه باشن، فضیلت ها را زیادتر از آن خود بکنن. خیلی خوب. خب مولوی صاحب، در مورد از اشاره بکنید که یک فرد که به مسجد به اعتکاف می نشینه یا فرد که در خانه به اعتکاف می نشینه، کدام مسائل شرعی هست که باید او را در جریان در روز مراعات بکنه و اون مسائل باید قطعی باشه و سرپیچی از او بتونه امی اعتکاف را خرابتر بسازه؟ بله، کسایی که در اعتکاف میشینن، شنوندگان ما عزیز و محترم را متوجه میسازیم، انشاءالله امید اعتکاف شده نداشته میباشن، چون که فضیلت هایش الله شنیدن، انشاءالله اراده میکنن در سالهای دیگه، چه همشیره های ما باشه در خانهشان میشینن، چه برادرای ما باشن، انشاءالله تلاش میکنن که باید در اعتکاف بشینن، یک موضوع بسیار مهمی با فضیلتی بوده، قبل از هم شاید شنیده باشن، بازم انشاءالله تازه میشنون. بله، کسایی که در اعتکاف میشینن، شما بزرگ و سوال کردین از چی چیزا اجتناب بکنه، مثلا در جنازه رفته نمیتونه با وجودی که فضیلت است، در عیادت مریض رفته نمیتونه
و وجودی که فضیلت از حتی ببینین خب در شهر و اینا رفته نمیتانه، بدون از مسجد بدون عذر رفته نمیتانه، مگر میتانه مثلا کسانی را که عذر شرعی پیش میشه به حساب غسل برشان واجب میشه دیگه، هیچ امکانی نداره که بیرون نروه، از این قبل چیزهای وضو میگیره، وضو میگیره، از این قبل چیزها اینا مثلا ضرور باشه میتونه استفاده بکنه، ورنه دیگه مطلق اجتناب میکنه از حرکت های همچین چیزهایی که با وجود فضیلت داره. کسایی که در اعتکاف میشینن اینا باید اجتناب بکنن. یک چیز را اشاره میکنیم که خب اینا از این فضیلت ها محروم میشن، کسی که در اعتکاف میشینه از فضیلت عادت مریض و مثلا رفتن در جنازه و این که روایت ها میگن حتی اون هم فضیلت ها را که الله تبارک تعالی ایمه رفت در عیادت در جنازه در اینا این هم اعتکاف شدگی را الله برشان نصیب میکنه. دقیقا با وجود که رفتن نمیتونه. آیا صحبت کردن با تلفن در البته مسجد در زمان اعتکاف جایز هست که با کسی هم صحبت شود از طریق تلفن، یا صحبت عاجل باشه یا هم ناعاجل به شکل یک پرسان و احوال گیری باشه؟ بله، چون که فشتر هم براتون اشاره کردیم، گفتیم چیزی که اشد ضرور باشه، اشدن ضرور باشه، او یک مسئله جداست، ورنه امیدواریم که کسایی که معتکف هستند در اعتکاف میشینن از صحبت کردن با تلفن یا صحبت کردن مثلا بدون ضروریت بیرون از مسجد اینا باید اجتناب بکنن و در اعتکافشان دیگه مشکلات ایجاد میکنن. بله، در رابطه با ای که اعتکاف بالای کیها واجب هست میشد این باره اشاره کنین که بالای کیها واجب هست؟ گفتیم کسایی که مثلا عاقل هستن بالغ هستن هر مسلمان هر مؤمن میتونه اعتکاف بشینه، این ضرور نیست که مثلا سنش بالا باشه بشینه، سنش پایین باشه شتن نتانه، در این ارتباطات در اعتکاف مشخص نیست، چیزی گفته نشده که مثلا فلانی میتونه فلانی نمیتونه، مثل که بعض چیزها در ارتباطات شرط گذاری شده ولیکن در اعتکاف شرط نیسته. مثلا شما میتونید در خانه تان اعتکاف بشینین، برادر ما میتونن، همکارتان در اعتکاف بشینن، ما میتونیم، علما میتونه، غیر علما میتونه، هر کس میتونه وقتی که اراده اعتکاف میکنه رفته میشینه، در این ممانعت شرعی وجود نداره. خب مرای صاحب، حالا در مورد چند سوال در مورد شب قدر هست که در مورد شب قدر صحبت بکنیم که این شب همچون یکی از شبهای خیلی پر نور خداوند هست، شب 27 رمضان، پس شبهای قدر چگونه شبهای هست که فرق با شبهای دیگر هست؟ ما این وره که رمضان داره. بله سید، بسیار سوال زیبا خوب بود. ببینین الحمدلله ثم الحمدلله، ما و شما ایرا کلن میفهمی مسلمان ها دادار اسلام هستیم، بار بار علماء های ما گفتن، باز هم ما براتون میگیم که از همه ماه ها کدن ماه رمضان المبارک فضیلتش بالاتر است. از همه روزهای ماه رمضان المبارک کده ده اخیر فضیلتش بالاتر است. بی بایشه صدیقه روایت میکنن میگن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ده اخیر کمر خود را بسته میکردن، به طاعت و عبادت به ایگفا میگن خیلی زیاد تلاش میکردن، چون ده اخیر فضیلتش بالاتر بود. ده شب قدر است دیگه، شب قدر است و مرتبطات. بلیا از بنی اسرائیل کسی بوده که روایت ها گرچه در ارتباطات مختلف میایه 70 سال عبادت کرده بوده، یک چشم زدن هم دیگه اینا از عبادت خالی نبوده، عبادت میکرده. بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را آرزو آمد، گفت یک قدر عبادت کرده ای فروردگار من، چرا امتای مرا عمرش کوتاه گردانیدی؟ به سن 20 ساله و 30 ساله و اکثرا میرن از دنیا دیگه، به یه اندازه عبادت کردن نمیتونن. اونم بود که الله تبارک و تعالی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوره ان انزلنا را نازل میکنه، میگه خیر من الف شهر، میگه دهی ما یک شب را به تو عطا کردیم، به امت تو هزار ماه را فضیلتش دریافت میکنه. او شب قدر بود بفرمودیتان، شب قدر هر کسی که در شب قدر شب زنده داری میکنه، روایت ها مختلف آمده است، 21، 23، 25، 27، 29 شب ها تاق را باید در نظر بگیرن، خصوصا در شب 27 زیادتر روایت آمده است.
وقتی که در شب 27 کسایی که میشینن به امید که شب قدر است گفته، متوجهشان میسازیم که باید تلاش بکنن، مؤدبانه بشینن، طاعت عبادت خود را انجام بدن و ذکر الله مشغول باشن، از له و لهب اجتناب بکنن. یک گروه ملائکه هستن، ملائکه ها نزول میکنه، اون ملائکه ها در همه خانه های مسلمان ها میگه وارد میشه، مشاهده میکنه. کسایی که در شب قدر شب زنده داری داره، چه برادرای ما، چه همشیرهای ما، چه بزرگای قدرتمندای ما، چه علمای ما، چه کارگرهای ما، متوجه میسازیم در اینجا یکسان فضیلت میبرن و همه ایشان ضرور است که در میدان محشر سر بلندی کسب بکنن. ملائکه ها میگه میبینه وقت کسایی که نشستن به می نیت انما الاعمال بالنیات، بعد از اون ملائکه ها بین حتی مصافحه میکنه میگه، ولی خودشان خبر نمیشه، حتی دعای خیر میکنه میگه ای فروردگار من، اینمی کسی که در شب قدر نشسته ایرا گناهایش معاف کن، عمرش دراز بگردان، رزق روزیش فراوان بکن، بلاهای آسمانی زمینی از سرش دور کن. اینمی فضیلت ها را در قبر داره کسایی که در شب قدر میشینن. های کاش که امشب یا شب البته قدر ما پیدا بکنیم و بتونیم با شب های قدر البته روز و نیاز با خداوند داشته باشیم و از همون وقت عبادت بیشتر را داشته باشیم، چون قسمی که وقت مولوی صاحب صحبت کردن و وقت اجر و ثواب خیلی بیشتر داره و خوشبخت کسی هست که بتونه در جیران البته 21 23 و 25 27 29 شب قدر پیدا بکنه و واقعا در مو شب رو خدا عبادت کرده باشه و بتونه این اجر و ثواب بیشتر از آن خود بکنه. بله دقیقا. خب مولوی صاحب میشه درباره ای بگویم که در شب قدر تا جایی که ما آگاهی داریم یا از بزرگای ما شنیدیم در شب قدر میگن موجودات زنده و غیر زنده همش به عبادت میشن و رجوع میکنن به خداوند. خب میشه نظریتان در این باره بگویم بر ما؟ بله یا که همه مخلوقات الله تبارک و تعالی بر علاوه شب قدر همیشه در عبادت هستن. بله. حالا ما شما می‌بینیم درخت ها می‌بینیم درخت ها در قیام هستن، استاد هستن، نه؟ به حساب خودشان در عبادت هستن. حیوان ها را ما شما می‌بینیم در رکوع هستن، که وقتی که چیزی می‌خورن می‌نوشن در رکوع هستن و یا در سجده هستن. مرغ ها را ما شما می‌بینیم وقتی که چیزی از زمین می‌گیرن همچنان هستن. حتی هر حشراتی که ما شما می‌بینیم به این متوجه باشیم که اونا به یک نوع به یک شکل به عبادت الله تبارک و تعالی مشغول هستند. حتی این پرنده ها را ببینید که نیمی پرنده ها که ما شما میگیم بسیار خوب خانش داره، ولیکن به ذکر الله مشغول میشه. به حساب خانش ما شما حساب میکنیم میگیم خوب میخوانه، ولیکن او به ذکر الله مشغول است، به فکر الله. بلیا و در شبهای مثلا قدر میگن حتی درخت ها سجده میکنن، حتی در دیوار و اینا دیگه در عبادت مشغول میشن. این روایت ها آمدگی است، چون که اعجاب میکنه که باید بگیم الله تبارک و تعالی هر مخلوقاتی را که آفریده از حکمت خالی نیست. هر گیاهی که از زمین میروید وحده لا شریک له میگوید. ببینین گیاهی که از زمین میروید به عبادت الله مشغول باشه، به ذکر الله مشغول باشه، خصوصا در شب قدر. اینمی کیفیت ها، اینمی فضیلت ها البته مشاهده شده، مشخصات شده، بزرگا روایت کردن. بلیا اینمی موضوعی که شما گفتین کاملا درست است، به هر نوع به هر شکلی که باشه تغییرات برشون میآید. بله خیلی خوب، تشکر مولوی صاحب. و در آخر میشه در مورد عید صحبت بکنیم؟ عید البته رمضان که البته چند روز بعد خود ما به عید سعید فطر خود رسیدیم و حکمت و فضیلت از سه روز عید را برام بگیم، چون شاید بعضی آن میگن که امسال عید که همیشه داشتیم نمیباشد از اصل اینکه ویروس کرونا هست، نمیتونیم ما عیدی کردن برای واضح فضیلتی که خداوند برای سه روز خوشی را نصیب تمام مسلمین جهان کرده، ما البته خوش نصیب هستیم از این و این سوال میشه در موردش صحبت بکنیم. بله بسیار سوالی خوب بود، چون که شنوندگان معزز و محترم و محترمه که میشنوند درباره عید، اولانی را باید بگیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی کردن، گفتن مسلمان ها دو عید داره، عید رمضان، عید قربان. این را متوجه ساختن. در ضمن از او فضیلت هایی که در روزهای عید است در می ارتباطت باید ما شما متوجه باشیم. الله تبارک و تعالی برای ما شما به یک خرسندی و به یک مثلا خوشحالی و به یک گفا که مثلا امر کرده که مسلمان ها باید در روزهای عید خوشحال باشند مطابق شریعت قرآن محمدی. اینا در عید مقررات که در عید است ما و شما باید او را در نظر بگیریم، از اون فضیلت های عید برخوردار شویم. اولا کسایی که مثلا
برادرای ما هستند در عید اشتراک میکنن، برشان توصیه داریم قبل از عید باید بشنوند که اینا دیگه بعض حرکت ها را انجام بتن که داخل فضیله شون. مثلا ناخنهای خود را بگیرن قبل از عید، مثلا کسایی که در عید میرن برن حمام بکنن، سر جان خدا بشوین، غسل سنتی را بجا بیارن، خیلی فضیلت زیاد را در قبر دارن. و کسایی که در عید میرن لباس های نو خود را یا تازه خود را بپوشن، چون که هر تاری که در این لباسشان هست یک اندازه، هر تاری که به شمارش می آیه به اندازه فضیلت داده میشه که مثل که یک غلام را آزاد کرده باشن. این نمی فضیلت الله تبارک تعالی برای کسایی که به نیت میپوشن لباس جدید نوشان را الله تبارک تعالی برشان نصیب میکرده. کسایی که در جان خود عطر میزنن در میدان محشر یا کوی بسیار بزرگی هست که او فقط خوشبوی کوی است که او معطر است، در اونجا الله تبارک تعالی جاگاهشان نصیب میکرده. وقتی که در عید حرکت میکنن، هر قدمی که به طرف عید میگذارن به هر قدمشان الله تبارک تعالی فضیلت نصیب میکنه. در ضمن میگن شبهای عید ملائکه ها نزول میکنه در خانواده هر مسلمان، میآیند دعای خیر میکنن تا مدامی که در عیدگاه روان میکنن این ملائکه ها معذف هستن و در هر خانواده هر چندی ملائکه که معذف هستن اینا با کسایی که به خواندن عید میرن به همراهشان میگه همراهی میکنه. باید به ذکر و به تکبیر و به اینا مثلا مشغول شده حرکت کنن طرف عید که میرن. وقتی که در عیدگاه میرسن در اونجا هم دیگه ملائکه برشان هسته. حتی در روزهای عید الله تبارک و تعالی ملائکه ها را معظم میکرد، میگفت که ای ملائکه ها شما بنده های نازنین ما را بگوین و اینا آگاهی پیدا بکنن، هر تقاضایی داشته باشند ما برآورده میکنیم، به خاطر از اینکه هر کارگری که میگه کارش رو به تمامی میرسانه باید مزدش داده شوه. ملائکه ها را میگه الله تبارک تعالی اینا لی بنده های نازنین ما هم دیگه روزه دار بودن، روزه گرفتن، تراویح خواندن، نماز خواندن، اینا هم دیگه باید مزد داده شوه، مزدشان نجات از آتش دوزخ بوده. این می فضیلت ها برای کسایی که عید را می خوانند و عید به مؤدبانه میرن مراعات میکنن مقررات برشان داده میشه. در ضمن از او مثلا ما و شما یکان اوقات یک شکر رنجی از یک دیگر داشته می باشیم، کینه و کدر دیگه فا یک مراوجه شده، اگر چند که یک چیزی است که ناجایز و نارواست. هر کس از سه شب روز بالاتر به یک برادر همشیره به همشیره که اینه داشته باشه تا عادی عبادتش منظور نمیشه. اینه با شنامندگان معزز متوجه میسازیم که معلق میباشه، امون تو میباشه دیگه نمیره پیش الله تبارک و تعالی، ملائکه را الله میگه معلق نگاه کنیم، زحمتی که میکشه هیچ میشه. هیچ میشه. به همین خاطر باید آشتی بتن یک دیگر، مثلا آشتی شوان به یک دیگر، آغوش یک دیگر را باز کنن، آغوش بگیرن به یک دیگر، این گذشتی داشته باشن، خود العفو و امر بالعرف و عرض عن الجاهلین. الله میگه شما گذشت داشته باشین، گذشت ما بسیار دوست داریم. میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. در هر اوقات هم اینمی فضیلت الله تبارک تعالی نصیب میکنه، کسایی که به یک دیگر گذشت میکنن، محبت میکنن، از یک برادرشان اگه اشتباهی سر زده او را نادیده میگیرن به رضای الله. الله میگه که ما اگر تو بندی ما را عفو کردی در مقابلت اشتباهات این آن سر زده بود و ما هم کل گناه تو را عفو میکنیم. باید در روزهای عید این همین تو محرکت ها را اندس بکار شون، در خانه یک دیگر میرن عفو بخواین از یک دیگر، یک مریضی مظلومی بیچاره فقیری باشه دیدن بکنن، یک حمایه بکنن، دلاسا بکنن. خصوصا ما در کشور خود یتیم ها داریم، بیوزان ها داریم، همشیره های ما، اونا را همسایگان دیگه بزرگای ما باید خبرگیری بکنن از حالشان. امروز ما کسایی را داریم که انتظاری میکشه حتی لباسی نداره وطن بکنه، یتیمایی داریم که اشکایش سرازیر است، میگه ما فدر نداریم برای ما لباس بده، ما مادر نداریم که برای ما لباس درست کنه. اینی تو یتیما را در کشور خود داریم، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزای عید بود جای عبور میکردن، یک یتیم امی تو سر خود را بازانون مانده بود و به فکر بود، بعد از دیگه بچه ها دیگه بازی میکردن و بازی مراوجه را میکردن. یک دم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم متوجه شدن، رفتن بچه را گفتن بچیم چرا سرت بالا کو؟ گفت تو چرا ناراحت شدی دیگه دوستایت بازی میکنه؟ گفت ای رسول خدا ما نه مادر داریم نه پدر داریم هیچی نداریم.
و اینا دیگه پول دارن، خرچی دارن، لباس نو دارن. خب مختصر میگم چون مزاحمت زیاد نکنیم با شنوندگان، حکایت بسیار طولانی میآید. یک دم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دستش میگیره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار با ترحم بودن، ما امتایشان هستیم، باید اونم ترحم ما و شما به جان خود تطبیق بکنیم. من حیث امت من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجره 100 شهیدین. هر کس در فساد امت یک سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را احیا بکنه، زنده بکنه، چقدر شهید درجه ایش فضیلتش میبره. الحمدلله این هم طریق سنت است که یتیما را، مظلوما را، بیچاره ها را ما چشمشان را پاک کنیم از عشق، باید دلاسا بکنیم. خب بالاخره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دستش میگیرن، حتی به یک روایت میآید در شانه ایشان سوار میکنه، رسول الله ناز میتیره، میبره، میگه عایشه ما یک پسری آوردیم، تو هم قبول داری به حساب جای پسری؟ بیبا عایشه هم بسیار مهربان بودن، میگه ما هم قبول داریم. این یتیم را لباس درست میکنن، جیب خرچی میتن، پس میارن در جاگاه خودش دیگه، در اینجا میگن اینا را دیگه به بازی و به گفای مرواجهیت مشغول باش. یه بچه بسیار با خرسندی و با بازی شروع میکنه خنده، بعد از دیگه بچه ها پرسان میکنه، میگه بچه تو را چی شد، چقدر خوشحال هستی؟ میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پدر من شد، بیبی عایشه صدیقه مادر من شد، من با افتخارش گفت خوشحالی میکنم، برای من لباس درست کردن، برای من خرچی دادن. بعد از دیگه چی میگه؟ کاش که ما هم مثل تو یتیم میشدیم، مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پدر میداشتیم، مثل عایشه صدیقه مادر میداشتیم. اینی میتونم مثلا مسئله ها را باید شنوندگان معزز در نظر بگیرن، بسیار فضیلت داره. الله تبارک تعالی از همه فضیلت کرده، او فضیلت بسیار درجهش بالا برده که مظلومین، بیچارگان، بیوگان، مهاجرین، کسای داغ دیدگان، اونا را دیگه ما حمایت بکنیم و اونا را ما دیگه دلاسا بکنیم. این می فضیلت عالی ترین فضیلت است در روزهای عید، از یادشان نرو. بله بله، بسیار تشکر. خیلی زیبا، واقعاً حکایت خیلی زیبا و مفاهیم و موضوعات خیلی خوب را اشاره کردیم. مولوی صاحب خداوند دریم وای مای مورا رمضان اج پیشر نصیب خودتان بکنه، و چون موضوعات خیلی خوب را اشاره کردیم از تمام همتون عزیز ما که تانوز ما را همراهی کردند، سپاسمندیم که موضوعاتی که امروز مولوی صاحب اشاره کردن در مورد اعتکاف و همچنان شب قدر و همچنان فضیلت از عید، تمام موارد چه باید هر وقت در نظر بگیریم. وقت این ماه مایی هست که زمانی که سپری میشه و این ماه مبارک رمضان سپری میشه، بعد روزهای عادی و روزهای ماهای عادی دوباره برمیگردیم. وقت این سزیر به انسان میاد که مایی بود که ما سپری کردیم، وقت خیلی آدم پوشش دق میشه. وقت مایی پر از فضیلت های خداوندی و رحمت خداوندی هست که باید از این بی‌نصیب نباشیم و از این باید استفاده خوبتر را داشته. دقیقاً، باز هم خیلی تشکر میکنیم از مولوی صاحب که امروز تشریف آوردن، با صحبت های خیلی خوبشان، صحبت های اسلامی شان برنامه ما را رنگی تر کردن. بسیار تشکر مولوی صاحب. ما از شما، از همکار شما، از شنوندگان معزز و محترم سپاسگزار داریم. الله تبارک تعالی طاعت عبادت شما و شنوندگان را قبول درگاه بگردان. امین. سلامت باشید.